سلام به همه فارسی زبانای عزیز، افغانستانی های گل، محسسم خیلی خوش اومدید به چنل کوکانات ریاکشن. بچه امروز اومدم به یه مستند از هرات باستان ریاکت برم، یه مستند کوتاه. گفتم بیام با هم ببینیم. ما تو کتاب تاریخمون خونده بودیم که هرات باستان شهر خیلی قشنگی بوده، ولی خب الان با توجه به شرایط فعلی افغانستان مطمئنم که چیز زیادی از اون زیبایی باقی نمونده. جنگ داخلی و طالبان و اینا دیگه حالا مشخصه که چیزی ازش باقی نذاشته. حالا بریم ببینیم چه جوری بوده قدیم، هرات قدیم چه شکلی بوده. خیلی حرف نمیزنم، خیلی دوست دارم برم سریع ببینم. Everybody let's go. هرات را در گفتارهای ادبی و رسمی هرات باستان میگویند. این شهر پس از کابل دومین شهر پرجمعیت است و همراه کابل، مزار شریف و قندهار یکی از شهرهای بزرگ افغانستان به شمار میآید. هرات قطب صنعتی و مهمترین کانون فرهنگی و هنری افغانستان است. بچه این عکسایی که نشون میده، عکس فیلمایی که نشون میده از هرات فعلی خیلی ترتمیزه. میخواستم دوستای افغانستانی بهم بگن که الان وضعیت هرات چجوریه، الان مثلا این عکس ها هستش یا نه، جنگ زده است. رود هریرود یکی از رودهای معروف افغانستان از کنار این شهر میگذرد. باشندگان اصلی این شهر به زبان فارسی و به لهجه هراتی صحبت میکنند. بچه اینجا منظور از باشندگان این شهر یعنی فکر کنم اهالی این شهره، به زبان فارسی و لهجه هراتی. دقیق نمیدونم منظورش چیه زبان فارسی و لهجه هراتی، حالا باید یکم برم گوگل سرچ کنم و اینا، ولی جالب بود زبان فارسی لهجه شون فقط فرق داره با ما. باشندگان اصلی این شهر به زبان فارسی و به لهجه هراتی صحبت می کنند. از دهه 1370 خورشیدی هرات مرکز جذب مهاجران زیادی از سراسر افغانستان بود. باشندگان اصلی این شهر اقوام فارسی زبان بودند. البته همکنون هرات دارای اقوام مختلفی است و عمده زبان محاوره‌ای در این شهر فارسی است. فکر کنم هرات افغانستان هم مثل تهران پایتخت ایران باشه که هر کی که قصد مهاجرت داشته از شهر خودش اولین انتخابش تهران بوده. باشندگان اصلی این شهر اقوام فارسی زبان بودند. البته همکنون هرات دارای اقوام مختلفی است و عمده زبان محاوره‌ای در این شهر فارسی است. این شهر از بابت منارها و معماری‌های عالی و مجلل خود شهرت دارد و در گذشته و حال هرات یکی از مراکز عمده آموزشی شمرده می‌شد. چه سازه باحالیه. منو یاد آرامگاه یکی از شاعران میندازه. الان اصلا یادم نمیاد کدوم، ولی یاد همین چیزی انداخت منو. این شهر در سال 2009 پس از بررسی شهرهای مختلف جهان توسط سازمان یونسکو شامل برنامه هزار شهر و هزار زندگی این سازمان گردید. با این همه هرات به دلیل داشتن دو مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان و دارا بودن بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان، بزرگترین مرکز تجارتی افغانستان به شمار می آید. بچه اینجوری که اینجا نشون میده خیلی شهر تمیزیه، حتی همین الانش. گفتم تو کامنت ها بهم بگید که بدونم الان وضعیت فعلی هرات اینه یا نه، این مثلا مستند برای چند سال پیشه. این شهر در مسیر قدیم تجاری خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا قرار دارد
که جاده های منتهی به ایران و ترکمنستان آن هنوز دارای اهمیت استراتژیک است. نماد این شهر قلعه اختیارالدین است. بچه من یه لحظه فکر کردم این چیزی که داره نشون میده چیزه، الان اسمی واسهش پیدا نمی کنم، حالت کامپیوتری میشه میتونم بگم، نمیدونم دقیقا الان چی بگم بهش، ولی یه حالت تمیز و خیلی یک دسته، خیلی باحاله. اسکندر مقدونی ارگ هرات را که به قلعه اختیارالدین هرات مشهور است ساخته است و بنای عظیم آن اکنون یکی از کهن‌ترین و زیباترین اماکن هرات است. واقعا قشنگه. در اواخر دوره محمد ظاهر شاه و دوران سردار محمد داود خان بودجه برای بازسازی آن اختصاص دادند که در پایان دوره داود خان دوباره احیا و بازسازی شد. پس خیلی قدیمیه. مسجد جامع بزرگ شهر هرات نیز که به پنجمین مسجد جامع بزرگ جهان شهرت دارد یکی از شگفتی های این مرز و بوم است. ساختمان این مسجد به این دلیل که پیش از اسلام نیز عبادتگاه آریایی های یکتا پرست بوده پیش. واقعا همین یه تیکش چقدر جای فکر داره که چقدر آریایی ها از مردم زمان خودشون چقدر جلوتر بودن که قبل اینکه اسلام بیاد اینا یکتا پرست بودن. و چقدر جالب که جایی که عبادتگاه یکتا پرستای آریایی بود بعدم یاد میشه مسجد. واقعا یکی از واقعا آریایی خیلی خفن بودن. از 1400 سال قدمت دارد و مساحت آن به 46760 متر مربع میرسد. چقدر بزرگ. از دیگر بناهای تاریخی هرات میتوان به مسجد جامع گازرگاه شریف، شاهرخ میرزا، منارها، مسجد گوهرشاد بیگم و چشت شریف اشاره کرد. چه آهنگی گذاشتن؟ علاوه بر این مقبره ها و آرامگاه های مولانا جامی، امام فخر رازی، شهزاده قاسم، شهزاده عبدالله، سلطان آقا، خواجه غلطان ولی، ملا واعظ کاشفی، مولانا نسفنج و سید عبدالله مختار قدمت فرهنگی این شهر را به رخ هر بازدید کننده ای می کشند. که معلومه هرات شهر خیلی خفنی از لحاظ میراث فرهنگی و ادبی و اینا. و چقدر آرامگاه آدمای معروف توشه. حالا هرچیه خیلی واسم جالب بود که گوینده یک ساعت داشت اسم اونایی که آرامگاهشون تو هرات رو میخوندش. حوض‌ها و آب انبارهای تاریخی شهر هرات نیز از مظاهر مهم معماری و تمدن این شهر به حساب میآیند. از نظر فن معماری و ارزش‌های تاریخی آب انبارهای هرات به مهمترین بناهای تاریخی این شهر همچون مساجد و مزارهای آن پهلو می‌زنند. از نظر فن معماری و ارزش‌های تاریخی آب انبارهای هرات به مهمترین بناهای تاریخی این شهر همچون مساجد و مزارهای آن پهلو می‌زنند. پهلو می‌زنه یعنی اون آب انبارا بهتر از مساجد و آرامگاه‌های هرات دیگه، درسته؟ از دیگر آثار تاریخی هرات پل مالان است که یکی از بناهای تاریخی هرات و از پل‌های زیبا و تاریخی افغانستان میباشد که بر روی رودخانه هریرود در منطقه مالان ساخته شد. قد شکل 33 پل اصفهان بود. دست. خب بچه اینم از مستند هرات باستان. خب 100% قدیمش خیلی جای خفنی بوده. الانشو بچه حتما بیاید به هم بگید که چه جور جاییه، جای خوبی برای زندگی هستش، امکانات و ایناش چجوریه، و اینکه مثل اونی که توی فیلم نشون میداد تمیز هستش، اونی که تو ویدیو داشت نشون میداد خیلی جای تمیز و خیلی خوبی بود،
ولی با توجه به اوضاع الان افغانستان خیلی واسم سوال پیش اومد که الان هم اونجوری هست یا نه. بچه ها مرسی تا اینجا ویدیو همراه من بودید. بتمن یادتون نره چنل من سابسکرایب کنید، ویدیو مو لایک کنید، برام کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید، زنگوله رو حتما بزنید که ویدیو جدید گذاشتم شما خبردار شید، بیاید ببینید، اینستام هم حتما فالو کنید. بازم مرسی تا اینجا همراه من بودید، خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، ویدیوی بعدی میبینمتون. My appetite, don't leave me here high and dry. Don't leave me